25مین روز مهر ماه برابر با 17 اکتبر سال 1228 خورشیدی برابر با 1849 میلادی، درگذشت فردریک شوپن، آهنگساز شهیر لهستانی که در نزدیکی ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمد. وی از کودکی رنجور بود و از همان زمان به آموختن پیانو پرداخت. شوپن نخستین کنسرت خود را که موجب شهرتش شد در 8 سالگی اجرا کرد. وی دارای روحیه‌ای ملی و وطن پرستانه بود، اما وضع آشفته لهستان و مبارزات لهستانی ها علیه روسیه تزاری برای به دست آوردن استقلال شوپن را مجبور به ترک کشور و سفر به فرانسه نمود. با این حال بعدها آهنگ‌های وطن پرستانه فراوانی در راه آزادی لهستان تصنیف کرد. او سپس به سفرهای متعدد اروپایی رفت و کنسرت‌های فراوانی اجرا نمود. شوپن سبک نواختن پیانو را زنده کرد و ارزش این ساز را در ارکستر به حد کمال رسانید، به طوری که شاعر پیانو لقب گرفت. در آثار شوپن جنبه شاعرانه و رمانتیک قوی وجود دارد. تصنیفات او عموماً پرهیجان و غم‌انگیز است. سالهای پایانی عمر شوپن به تنگ دستی و بیماری شدید سپری شد و سرانجام بر اثر بیماری سل درگذشت. سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، کشته شدن محمد فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار که در یزد به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات متداول در جوانی فضل و سوادی پیدا کرد. استعداد شاعری فرخی از همان پشت نیمکت مدرسه آغاز گردید. 15 ساله بود که به علت سرودن اشعاری انتقادی از مدرسه اخراج شد و چندی به کارگری پرداخت تا اینکه در اوان مشروطه به گروه آزادی خواهان پیوست. فرخی چندی بعد در شعری خطاب به حاکم یزد او را مورد انتقام قرار داد و در پی آن به دستور حکمران لبان وی را با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افکندند. وی 1-2 ماه بعد به تهران گریخ و به صف مبارزان ملی پیوست و در سال 1300 خورشیدی روزنامه طوفان را منتشر ساخت و نسبت به اوضاع با انتقاد برخورد می کرد. در این روزنامه رباعی هایی که او هر روز درباره مسائل جاری کشور در 4 بیت می سرود فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفت و روزنامه‌اش بین توده مردم طرفداران زیادی یافت، به طوری که مقام اجتماعی فرخی به عنوان یک شاعر ملی و روشنفکر شهرت یافت. وی در دوره 7 از طرف مردم یزد به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب شد و مبارزاتش را ادامه داد، ولی بعدها به دلیل فقدان امنیت جانی به مسکو و از آنجا به آلمان گریخت. فرخی بعدها به ایران بازگشت ولی به زودی دستگیر و زندانی شد. سال 1328 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، تأسیس بانک اقتصادی ایران. بانک اقتصادی ایران به صورت بانکی 100% ایرانی و بدون حضور سهامداران بیگانه با 100 میلیون ریال سرمایه تأسیس گردید. این بانک به طور رسمی بانک مجاز برای معاملات ارزی شناخته شده و هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی را انجام می‌داد. عمر این بانک دوام چندانی نیافت و در حالی که در اکثر کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی کارگزارانی داشت، در سال 1341 منحل شد.